40 روز از آغاز سال نو مالی می‌گذرد، اما هنوز سرنوشت بودجه این سال روشن نیست. رئیس عمومی بودجه ملی می‌گوید که پس از بررسی‌ها و تصمیم کابینه، در حدود 1.5 میلیارد افغانی از کد اجناس خدمات و در حدود 1 میلیارد افغانی از کدهای احتیاط به یک کد جداگانه برای یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی انتقال داده شده است. نامه اجرای بودجه ما مکلفیت داریم در وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری طبق فیصله کابینه قبلی که باید تا بررسی وسط سال، یعنی ماه ششم یا ماه جوزا باید سر طرح کار شود، تمام ابعادش سنجیده شود و بعد از او از اون 1.7 میلیارد که در کد جداگانه اختصاص داده شده برای یکسان‌سازی معاشات استفاده شود. وزارت مالیه میگوید که مسوده تازه بودجه نهایی است و قرار است این سند تا روز چهارشنبه به مجلس نمایندگان فرستاده شود. تصویب نشه، ما باز میبینیم که چی دلایل نو اونا روان میکنن، مطابق از اون مجبور باز سند رو تجدید کنیم، چون صلاحیت رد و تصویب بودجه از پارلمان است و ما به صلاحیت اونا احترام داریم. اعضای مجلس نمایندگان میگویند که اگر به مواردی که روی آن ملاحظات داشتند پرداخته نشده باشد، مسوده سوم بودجه نیز از سوی مجلس رد خواهد شد. در صورتی که حکومت باز هم برنامه های قبلی خود ادامه بتواند و به خواست های مشروع مجلس پاسخگو نباشد، بودجه بار سوم هم شاید رد شود. اقل ور ماشونه چی تروس پوری در افغانستان خلکو تورکیده شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ دي. هغه به سپما کیږي او د یوې طرحې او میکانیزم له مخې به مامور اجیر او معلم ته ورکول کیږي. شهروندان کشور نیز از هر دو طرف میخواهند تا هرچه زودتر درباره بودجه ملی به توافق برسند. مردم بیچاره از معاشات خود مانده، فکر کوی اگر مامور معاش میگیره به خانه خود یک سودا یا خرج روزمره خود میکنه. در 3 سال گذشته این نخستین باری است که مسوده بودجه پیشنهاد شده از سوی حکومت در مجلس جنجالی می شود.